بدرود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 29 ماه ژانویه سال 2007 میلادی. در روزهای دوشنبه در خدمت شما از ساعت 12 تا 1 در موضوع مغالطات صحبت میکنیم. در جلسه پیشین که بنده خدمتون بودم، این داستان بسیار معروف مولانا جلال الدین رو ما خوندیم، داستان مربوط به هر شبت که حضرت علی و اون کافر، از علی آموز اخلاص عمل و غیره. امروز هم مطلب رو پی میگیریم. از فرمه که بوق و کوس و کرنای آخوندها در خیابانها به راه افتاده است و همونطور که عرض کردم قصه زاری و بیزاری و بدبختی و نکبت و به سرکوبیدن و اینها. و من تعجب میکنم واقعا یک روانشناسی در این کشور نیست بره با این آخوندها صحبت بکنه که آقا شما روان این جامعه رو بیمار کردید. مدتی از سال که عرض شود که علی رو کشتن، مدتی از سال نمیدونم اون بقیه باقر و غیره و نمیدونم سجاد و اینها رو کشتن، سم دادن و اینها، این ملت بایستی گریه و زاری بکند و اینها. یک ماه تمام هم داستان سر و صدای این مساجد و ببینم رمضان و بعدش هم یک ماه تمام علم و کتل و این داستانهای این حسین رو کشتن و اینها. و این به صورت یک سیاست دولت در آمده، این قضیه مضحک اینجاست و این روان جامعه رو بیمار کرده. بنده واقعا تعجب میکنم از این هر شبت که متخصصان و جامعه شناسان و روان شناسان که گزارشی نمی‌نویسن به این آخوندها که آقا شما مریض کردین این مردم رو. بنده هر جا ایران صحبت میکنم این روزها، چه در دانشگاهی باشد نمیدونم محل کسب باشد و اینها زنگ میزنن، این سر و صدایی از اون پشت هست. میگویم چه خبر است؟ میگویم علم و کتل دسته فلانجاست را افتادن و هر شبت که برای حسین تشنلب دارن به سر سینه میکوبند از این حرف. و یک مطلبی دوستی گفت که واقعا دوتار تعجب شدن، گفتن که تشتندازی میشه و نشنیده بودن این استعمال رو. تشتندازی که از ابتدای ماه محرم یک تشتی پر آب دارن در یک جایی روی سکتی، بعد این باقود و حضرت کنم ساکران حسین تشنلب آب کنن و بعد یکی یکی فوت میکنن توی این تشت. بعد از یک ماه صف میبندن فرزندان کوروش کبیر که از این یک استکان آب ببرن برای شفا. خب دیگه واسه چی گفت؟ من نمیدونم. حالا در اون آب چند هزار جور میکروب و ویروس و اینا از دهان این و دهان اون، خود آب رو تنها بگذاریم اینجا مدتی بمانه گند بگیره. کار ما از این چیزها گذشته. اما خبر خوش شنیدم امروز صبح، دوستی زنگ زده بودن گفتن استقبال مردم به وجهی نیست که آخوندها خیال میکردن. مردم دیگه رفته رفته زده شدن با این تورم و این بیکاری و این بدبختی و اینها. کسی زیاد مثل که گوشش بدهکار نیست به این جریان عرض بکنن که حسین تشنلب و اینها. و ما باید بنشینیم فکر بکنیم، واقعا نگاه بکنیم، یک ساعتی رو در روز خلوت کنیم، این همه کتاب در اختیار هست، به جغرافی جهان نگاه کنیم، به وضعیت مسلمین دنیا نگاه کنیم. آقا مسلمانان در جهان بسیارن، از خود سوال کنیم آقا پس چرا مسلمانان خبری نیست؟ بین هیچ یک از این جوامع مسلمان چنین خبری نیست، فقط ما ایرانیان هستیم این کار انجام میدیم، ما جزئی هستیم از کل. چگونه است که هیچ کس این کار رو انجام نمیده، فقط ما باید این کار رو انجام بده؟ و این قضیه و قصه این حسین رو بنشینیم تحلیل کنیم. آقا چی بوده داستان؟ حسین رو کشتن. آقا چرا کشتن؟ به جهت اینکه این آقا کسی که بهش کاری نداشت، یزید و نمیدونم ابن زیاد و شمر و اینا که به این کاری نداشتن، که این محترم داشت تو مکه زندگی میکرد، تو مدینه قبلش بعدش هم رفت مکه،
این پاشید قیام کرده، آقا قیام کرده علیه دولت قانونی حاکم بر قدرت. شمشیرش برداشته راه افتاده که بره شاه بشه، کودتا بکنه. خود آخونده چی کار میکنن با مردم ایران؟ مگر همین ها نبودن 12,000 نفر از مجاهدین و سایر عرض میکنم که رزمندگان برای چیز اینها گرفتن، ظرف چند روز در زندان کشتن؟ مگر بارها اینها مردم رو مسلسل نبستن؟ چون ادعای حقانیت دارن. یزیدن یک حکومتی بود، نشسته بود، وارث چند دهه پادشاهی پدرش بود، همه عربان به او رأی داده بودن، بزرگان شیوخ عرب به او بیعت کرده بودن، نشسته پادشاهی میکرد. این آقا یاغی بود. از دید بزرگترین قاضی اسلام که شریح باشد، که این شریح رو عمر بر قدرت گذاشت و تمام مدت عمر رو بعد از او عرض کنم که عثمان و حتی علی رو خل نکرد، به جهت اینکه این قاضی مرد بسیار منصف و عرض کنم که بزرگی بود در کار قضاوت و بسیار مشهور است. این آقا یاغی بوده، ابن خلدون هم همین رو میگه، یاغی شده بر دولت، اونم گرفتنی رو کشتن. حالا چه جرمی است که ما باید بدهیم ملت ایران؟ عرض کردم روزگاری برای ما این داستان‌ها ارزش سیاسی داشت، به جدی ما در جنگ بودیم با قدرت‌های سنی که اینها به خاک ایران نظر داشتن. اما امروز دیگر اون دلایل دیگر ساقط شده، دیگه هیچ دلیلی برای این دیوانگی نیست که ایرانی خنجر به سر خودش بزنه که حسین رو کشتن. بسیار خوب، بگذاریم، اجازه بدید برویم سر داستان اصلی مطلب. عرض کردم خدمت شما که در مثنوی معنوی یک داستانی است راجع است به جنگ علی با یک کافر. خود این قضیه واژه کافر از واژگان بسیار کثیف و منحوسی است که عرض کنم که از روزگار اسلام آمده. این واژگان رو از فرهنگ بیرون کنیم. مثلا کافر معنی نمیده، کافر خونش حلال است، مالش مباح، از این حرفا. این بزرگوار آمده یک داستانی جعل کرده، اختراع کرده، ابداع کرده و اون چه دقیقه در کار عرفان بوده و اندیشه های عرفانی منتسب کرده به این بابا. و خود داستان دروغه، یک جعل تاریخی است. ما همچین چیزی رو سراغ نداریم. اگر شما نگاه کنید به همه تاریخ های اسلام، اگر چنین چیزی دیدید، بنده همه حرفام رو پس بگیرم. اصلا چنین چیزی وجود نداشت که یک کسی بیاد این با آقا با یک کسی جنگ بکنه، بعد اون آب دهن بیندازه، بعد این شمشیرش بیندازه، بعد راه بره، بعد بگوید من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. این یک دروغ تاریخی بوده. حالا دلایلش هم خدمتتون عرض میکنم چه بوده. بعد از اینکه هر شبت که این آسیای مرکزی ها آمدند و مدارس طلبگی باز شد و اینها، این مسئله دین به شدت قوت گرفت و شعب مختلف دین دوچار تعصبات خارق العاده شدن. این تعصبات رو در دین اینها رو این آسیای مرکزی ها آوردن. حالا ما نمیگویم ترک به عده ور بخوره، این ترک به مردم آذربایجان هم ربطی نداره. بنده هر جا میگویم ترک در این محتوای تاریخی سخن، مقصود این هست کنم که مردمان آسیای مرکزی است. مردم آذربایجان رو بنده ترک نمیشناسم، ایرانی میشناسم، به زبان ترکی صحبت میکنم. این است که لطفاً به ما ایراد نگیری. ترکان آمدن، بیگانگان بودن این ترکان. تعصبات دینی رو اینها آوردن با خودشون. ایرانیان متعصب نبودن در کار دین، بسیار واسه سر به دین نگاه میکردن. اگر نگاه کنین بزرگترین دوره آزاداندیشی در همین دوره‌های حکومت خانواده‌های ایرانی بعد از عرب هست، مثل خاندان فرض کنین دیلمی و خاندان سامانی. این ترکان که آمدن کار به تعصب کشید و شمشیر، یعنی اینها هر شبه که وقتی به آیین می‌گراییدن تحمل مخالف رو نداشتن و اقلیت‌هایی که به وجود آمده بود همینا کشتن، همین محمود غزنوی و بعد داربدست‌های دیگران، کتاب سوزانی و اینها کار اینها بوده. باری این دشمنی بین شیعه و سنی به خصوص در قرن ششم اوج گرفت. دو گروه شدن، گروه شیعه گروه سنی، بعض اوقات کل شهر را آتش می زدن، همدیگر رو می کشتن.
بارها گفتم خدمتتون، اینها عرض کنم گروهی رو مأمور میکردن برای علی منقبت خانی بکنن، قصیده ها میگفت، هر جو گیر میفتاد به دست سنی ها زبانش رو با چاقور میبریدن. اونها هم آمده بودن چیزهایی در وصف عمر فضیلت خانی میکرد برای عمر، هر جو شیعه میگرفتن زبانش رو میبریدن و اینها. این بحثا میشد و اینها به یکدیگر فحشای رکیک میدادند، یعنی در حالی که هر شبت که این گروه تسنن به علی چیزها میگفتن، اینها هم به عمر و ابوبکر و اینها حرفا میزدن و داستان هاست، کتاب هم نوشته شده. این رو از جهت سابقه داستان خدمتتون عرض بکنم. و یکی از مواردی در ارتباط با علی میگفتن و داستان به خوبی نشان میدهد که این بحث مطرح بوده، اینه که اون نیرنگ میزده در جنگ و اشاره هست به داستانی که عرض کنم که در تاریخ نامه طبری آمده است، مربوط است به جنگ عمرو ابن عبد ود، سوار مشهور عرب و یکی از شجاعان عربستان که آمده است در جنگ خندق اسب خود رو جهانیده و بعد علی آمده به میدان و اینها. داستان رو گفتم خدمتتون، گفت پسر عمو من با تو نمیخوام جنگ کنم، تو کودکی، تو کفو من نیستی، یعنی همسر من نیستی، در حد من نیستی، برو دنبال کار. علی میگوید نه، من تو رو میکشم انشاءالله. و بعد عمر چون سوار بوده و این پیاده از اسبش پیاده شده و گویا قلم اسب هم پی کرده که جنگ برابر بشه و بعد مدتی با هم چرخیدن و بعد علی گفته است که تو نگفتی تنها میایی؟ گفت من که تنها هستم. گفت ببین با خودت آدم آوردی، صورتش برگردون. حضرت زدن به پای عمر، پاشو قطع کردن و بعد عمر میگوید به قول مورخ که خدعه کردی، نیرنگ کردی. میگوید الحرب خدعه، یعنی جنگ خودش نیرنگه، جنگ به نیرنگه. این رو، این داستانی بود است که به طور قطع اهل تسنن و مخالفان علی میگفتن که این اهل نیرنگ بوده. ما این رو از بیت نخستین داستان میفهمیم، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان متحر از دقل. ما وقتی بخواهیم کسی رو وصف بکنیم، توصیف بکنیم، مصف بکنیم، نمیگویم آقا دوز نیست، این که آقا چاقوکش نیست، این آقا دقلکار نیست، میگوییم آقا کریم، بخشنده است، عرض میکنم شجاعه. یعنی نفی صفات بد و رذیلت ها مد حساب نمیاد. ما بچه بودیم تعجب میکردیم که مولانا چگونه چنین چیزی رو آورده. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان متحر از دقل، یعنی علی دقل نمی کنه. بعد فهمیدی موضوع دقل مربوط است به همون جنگ عمر و بعد داستان سازی کرده مرحوم که بله این آقا، و البته بگم خدمتتون که علی رو قتال العرب می گفتن، کسی که آدم کش بوده اینها، چون در زمان این بزرگوار هر شبت که بسیار کشته شدن مسلمانان، هم به دست خود ایشان، هم اساسا این بیچاره آلت دست واقع شده بود، از همون ابتدا مأمور کشتن بود. هر جنایت فجیعی که هیچ عربی انجام نمیداد، به این بابا میگفتن این بیچاره از اعتقادی که داشت میرفت انجام میداد، و پیسر پیرمرد میبرید، نمیدونم بچه میکشت، خلاصه دم دستش هرچی میامد فرمان میدادن یا آقا میکرد. این است که او را قتال العرب میگفتن. خودش هم یک جا گفته من جلاد قبیله هستم، در موضوع شلاق زدن برادر رضایی عثمان که مشروب خورده بود، شراب خورده بود در نماز صبح، کسی حاضر نبود شلاق بزند، گفت من میزنم، من جلاد قبیله هستم. این خشونت به این آقا منصوب هست. مولانا میخواد این رو مبرا بکنه که بابا این برای خودش آدم نمیکشته، این برای حق میکشته، و اینجاست که کار رو هزار بار خرابتر کرده. دفاع بسیار بریست، گرچه در اون روزگار قدیم و روزگار تعصب و جهالت و اینها، جهاد و کشتن در راه خدا و اینها خیلی خیلی چیز محمودی بوده، اما وقتی ما امروز نگاه میکنیم میبینیم عجب کار پستی بوده. این آقا وکیل مدافع علی شده مولانا، میگه نه آقا این برای نفس خودش که نمیکشته، برای خدا میکشته. این مغلطه از این بالاتر هست؟ کی به تو گفت؟ کدوم خدا؟ داستان چیه؟ از کجا؟ اگر فکر میکردیم این آقا برای نفس خودش میکشته، بسیار بسیار بهتر میبود تا یکی بگوییم برای خدا آدم میکشته، چون پای خدا رو هم در جنایت آدم کشی وارد داستان میکنیم.
چون وقتی بگوییم که در راه حق واسه آدم کشت، هر کسی گمان میکنه حق با اوست. همون که معاویه میگفت حق با اوست، 50% یا بیشتر از اعراب هم طرفدار او بودن، برای او جان دادن در جنگ صفین. سلطان محمود غزنوی میگفت حق با اوست، در راه حق میکشت، انقدر هندی میکشت که دستش از شمشیر جدا نمیشد. بنابراین این یک ایده بسیار پلید و ضد بشری است که بگوییم که برای حق میکشیم. امروز هم همین آقای بن لادن و دارالدست ملا عمر و اینها هم از برای حق این جنایات رو میکنن. حق هرگز جنایت از کسی نخواسته، این رو بنده به ضرس قاطع خدمتتون عرض میکنم. کسی که پدری فرزندانی داشته باشه، یکیش با چاقو برو شکر بود یکی رو پاره کن، هرگز پدری همچی کنه، هرگز خداوند همچی کاری نمی کنه. تیمور لنگ هم بر این بود که در راه حق شمشیر میزنه. قرآن خونم بود، حافظ القرآن هم بود، عرض کردم حکم اجتهاد هم از آخوندها داشت، در مباحث کلامی هم شرکت میکرد، آدم های بزرگی رسنم تفتازانی و اینا هم میابرد در باب دین و چه بحث و فحصای عمیقی هم میکرد. یکی از جنایتکاران بزرگ تاریخ میکنم، من در راه حق آدم میکشم. خلاصه دفاع بسیار بدی کرده مولانا جلال الدین رومی بلخی از بکنن که خشونت های این مرد. از شود که داستان علی مثنوی شاهکاریست واقعا، اما متاسفانه در بعض موارد این حضرت مولانا یک سره از شر تعصبات آخوندی راحت نشده، یا بعض اوقات به قول این فرنگی ها یه فلشبکی میکنه. میبینیم اونجا میگوید جنگ کفار و جهودان و جبران و اینها رو با یک تعصبی نامی بره، حیف بود، ای کاش این کتاب پیاسته بود. ضمن احترام به خودان که فاخره واقعا ایران زمین هست، این است که با حالا یک سره کل قضیه رو نپذیریم. هستن مالکشان که همه چیز رو عرض میکنم که به درجه کمال ببینند و هیچ نقصی در بعض پدیده ها نمیبینند. نه، در مولانا هم خط و خطا و اشتباه و مغالطات هست، سخنان زیبا و دلاویز هم بسیار هست، خوب رو باید بعد از بعد جدا کرد. خب اجازه بدید بریم ببینیم چی شد این داستان. بله، این رو هفته پیش خوندم خدمتتون، هفته پیش که نبودم، البته دو هفته پیش، که از علی آموز اخلاص و عمل، شیر حق را دون متحر از دغل، در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری براش. این مولانا واقعا اگه که خوب فکر میکرد این کلمه قضا رو اینجا نمیآورد، چون قضا یعنی جنگ برای دزدی. خلاصش به تو اساره کلام خدمتتون بدم، قض و قضا یعنی جنگ برای گرفتن غنیمت. اون رفته اونجا دنبال مال و اموال، اونجا بالاخره با یک پهلوانی با این یای نکره خودش رو از شر عرض میکنه که مخلطی میکنه، میخواد راحت بکنه. در حالی که ما در شرح جنگ های حضرت امیر علیه السلام همچین چیزی ندیدیم، نیست، وجود نداره. یعنی جنگ های تن به تنی که شده و تاریخ نویسا ضبط کردن و ما میدانیم همچه چیزی نیست. خلاصه بعد میگوید که در زمان انداخ شمشیرون علی، کرد اون اندر قضایش کاهلی. اینجا کاهلی به مفهوم صفت بد به کار نمیره، یعنی سستی کرد، تأمل کرد و تعلل کرد در کشتن این آدم. شمشیرش هم انداخ، گشت حیران اون مبارز زین عمل، و از نمودن عفو و رحمت بی محل. تعجب کرد که این چه وقت رحمته، این چه وقت عفو، ما در حال جنگ بودیم و اینها. این آقا شمشیر نفر را میده. بله، گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چف کندی، یعنی تیغ رو از چف کندی، مرا بگذاشتی. تیغ رو کشیدی منو بکشی؟ چرا تیغ رو انداختی منو زنده گذاشتی؟ چی شد؟ اون چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوست در اشکار من؟ چه چیزی دیدی که ارجح بود از کشتن این کافر؟ چون کشتن کافر میدونی ثواب داره،
داره مقایسه میکنه، میگه حتما توی یه مطلب بهتری دیدی که بهتر بود از کشتن من کافر، که سوس شدی در اشکار من، یعنی کشتن من. اشکار این معنی شکار هست البته. اون چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برقی نمود و باز جست؟ اون چه دیدی که مراز اون عکس دید، در دل و جان شعله آمد پدید؟ اون چه دیدی برتر از کون و مکان، که به از جان بود و بخشیدیم جان؟ بله، بعد دیگه اینجا اقرار رو به حد نهایت رسانده. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی، تا الاخر. خلاصه بعد وارد قضایای خیلی دیگه ظریف عرفانی شده و عرض کنم که ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از اون چه دیده ای، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. درست مثل این که داره در باب واقعا یک عالم بی نظیر که دردهای بشری رو از میان برداشته صحبت میکنه. اتفاقا در باب حلم صحبت کرد اینجا حضرت کرم الله وجهه، خیلی هم بی حلم بود اتفاقا، خیلی شتاب زده تصمیم میگیره، تصمیماتش هم اغلب اشتباه بود، تصمیمات سیاسیش هم اشتباه بود، عجله میکرد. تیغ حلمت میگوید جان ما را چاک، آب علمت خاک ما را پاک. کدوم علم؟ چه علمی؟ علمی نبود در روزگار جزیره العرب. این مولانا یک دریچه باز کرده به سوی کمال. و اون چه شایسته یک انسان کامل بوده که فقط در ذهن متصور هست، در مت علی گفته. حالا بقیش هم میخونم ببینید چه چیزهای عجب غریب گفته که به ذهن علی بیچاره نمیرسید. اصلا این مباحث فلسفی و مباحث عرفانی و موضوع استحاله در حق و قضایای باری که از این دست اصلا وجود نداشت در اون روزگار. این آقا نشسته در قرن هفتم هجری داره مطالبی که این همه زمان گذشته از این نیو افلاطونیا بگیرید و تا این موضوع هر شبه که ریاضت و زهد که از آیین‌های هندی و مسیحیت آمده است و اینها به هم پیچیده و یک آلیاژی ساخته است به نام عرفان، در قرن هشتم اینها در اختیار مولانا بوده، اینها رو منتسب میکنه به علی بیچاره که اصلا چی از این چیزا خبری نداشته، اصلا نبوده که خبر داشته باشه این داستانی که این آقا گفته نسبت داده بود. بله بله، بعد میگوید که باز بو ای باز عرش خوش‌شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار؟ چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. که علی بیچاره ادعای غیب دانی کرد؟ که علی اصلا از این صحبت ها کرد؟ کجا این مرد گفت من غیب دارم؟ بیچاره وقتی زدن تو فرق سرش اون رو ابن ملجم مرادی، گفت این رو ببرینش زندانش کنین، اگه من زنده ماندم خودم میدونم با چی کار بکنم. این جملهش خیلی معروفه، اگر من مردم شما یه ضربت بزنید. یعنی نمیدونسته، با اینکه زخم خیلی شدید خورده بود نمیدونسته خودش میمیره نمیمیره. چه غیبی؟ کدوم غیب؟ چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته. بله بله، باز باش ببینید چه چیزهایی گفته اینجا. واقعا چون تو بابی اون مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشورن در لباب. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما لهو کفوان احد.
بله اینجا از همین داستان ها که مولانا فرمایید دو سه صفحه اینجا هست شود که در اوصاف علی گفته است اینها. گفت فرما یا امیر المومنین تا به جنبت جان به تن در چون جنین. حالا اینجا داره سوال میکنه این کافر که آقا تو به من ظفر یافتی پس چرا خون منو نریختی و منو نکشتی؟ حالا علی جواب میگه، یعنی در حقیقت همه مطالبی که در ذهن مولانا میگذره داره میگذره در دهان حضرت و از زبان او صحبت میکنه. گفت من پی تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. من برای خودم که آدم نمیکشم که، من برای حق دارم آدم میکشم. من بنده حقم نه مأمورت، برای نفس خودم که کار میکنم، من در دست پروردگار هستم دارم میکشم. از این ابعاد واقعا که دل آدم زده میشه وقتی نگاه میکنه به این تاریخ و میبینه که خب اینا یه مش مردم بودن در اونجا زندگی میکردند، بت داشتند، بت‌های مختلف داشتند، گروهیشون خورشید می‌پرستیدند، گروهیشون نمی‌دونم ستارگان می‌پرستیدند، یک عده‌شون هم الله رو می‌پرستیدند و اینها. لازمش این نبود که یک نفر بیاد و گروه‌ها رو با هم متحد بکنه برای از کنم موضوع غنیمت، چون انگیزه اصلی پشت سر حرکت اعراب فقط غنیمت بود. اگر این غنیمت نمی‌بود این اسلام هیچ پیشرفتی نمی‌کرد. شاید هم می کرد اما هرگز به این سرعت نمی بود. به جهت اون که در مکه که حضرت 13 سال دعوت می فرمودند موضوع غنیمت نبود، موضوع این که بریم به آدم بکشیم یا فرض فرمایید حمله بکنیم به این گروه مخالف و اموالشون رو بگیریم برای ما حلال است و زنهاشون رو بگیریم برای ما حلال است و این و بچه هاشون رو بریم بفروشیم و اینها نبود. یک مش تعلیمات بود عرض میکنم که شکل تعلیمات البته تورات رو داشت با یک رگه ای شاید از آیین زرتشت که با فرهنگ عربی و سنت عربی مخلوط شده بود، رنگ عربی گرفته بود، خشونت درش نبود. اما در این 13 سال که ایشان اونجا دعوت میفرمود با پایداری بسیار به 100 نفر نرسیدن این مسلمین اونجا. چندین بارم خواستن اینا رو بکشن، اینا گریختن، یه بار به حبشه رفتن. آخرش هم بعد از مرگ ابو طالب که بزرگترین پشتیبان رسول بود اینا چاره ندیدن جز برن به مدینه، و چون میدانستن که در مدینه یهودیان هستن و اختلافاتی هست بین عرض میکنم که این دو قبیله اوس و خزرج و یهودیان، گفتن که میشه از اینجا یک استفاده کرد از این اختلافات، وارد شدن و عرض میکنم که آیات قتال و جدال در این مدینه آمده. به محضی که موضوع قتال و جدال و غنیمت شد هر روز تعداد زیادی میامدن و ملحق شدن و مسلمان میشدن. دیگه اونجا عدم سوء پیشینه مطرح نبود، حالا هر کس هر کاری بود در این بیابون و هر جنایتی کرده بود مهم نبود، می آمد اونجا بر زبان می راند، گواهی می داد، کافی بود. این است که روز به روز تعداد زیاد شد و وقتی هم که موضوع بدر پیش آمد و عرض کنم که بزرگان قریش رو کشتن، یک غنیمت بسیاری رو آوردن، موضوع شهرت یافت که یک همچین اتفاقی افتاده، شروع کردن همه آمدن. خلاصش خدمتتون بگم و بعد خداوند اینجا شروع میکنه به دستور دادن که بله شما بروید و بکشید، اگر به کشته بشید به بهش میروید و اونجا رزق میخورید نزد خدا، و بکشید هم که در راه خدا عرض میکنم که در نزد خدا من اجر داره. این داستان جهاد از مدینه شروع شد. این گروهی که آمدن به ایران، این 15-16 هزار نفر هر تعدادی بودن، اینا هیچ کدام نه چیزی از قرآن میدانستن نه چیزی از دین، مگر اینکه سردارشون فرض کنید سرد یا چند نفر از خواص
میومدن برای دزدی اموال، پلاندر. در یک جنگ که جنگ هنین باشه، که آخرین جنگ بزرگ هست که از مکه که برگشتند و فتح مکه است و ابو سفیان هم همراهشون هست، غنیمت بسیاری به چنگ آمد، اموال ملت. حضرت تعلل می‌فرمود در تقسیم این، چون اندکی دوچار شاید عذاب وجدان بودن که این ابو سفیان مرد محترم و بزرگ قریش اموال زیاد خطر دیده و صدمه دیده، بایستی به این سهم زیادی داد. فکر میکردن چگونه تقسیم کنن که سر و صدای اون انصار در نیاد، چون انصار کسانی بودن که از مدینه کمک کرده بودن، که اینها به خشم آمدن این اعراب و عصاشو گرفتن و رداشو گرفتن، آقا پول ما رو چرا نمیری، این شطور مطوره رو تقسیم کن، ما اومدیم فلان اینا. بعد آمدن و بیشتر این اموال رو دادن به ابو سفیان، صد شطور به ابو سفیان و پسرش و اینا. انصار به خشم آمدن و به کل از سپاه اسلام جدا شدن که تو آقا قوم خشای قدیم تو دیدی ما رو فراموش کردی، ما به تو کمک کردیم، ما به تو جا دادیم، ما شمشیرهایمون رو در راه اسلام گذاشتیم، شما به مزید تیش به قوم خشای خود چیز. و حضرت این رفتن سخنرانی فرمودن، استاد جامعه شناسی و روانشناسی عرب رفتن گفتن ای مردم چرا خشمین هستین؟ امشب ابو سفیان شطور میبره منزل، شما رسول الله میبرین منزل، کدوماش بهتره؟ شما بودین چی میگفتین؟ البته رسول الله. بخشیدم. خیلی سخنرانی ماهرانه‌ای بوده. و بعد فرمودن که من این شطورها رو دادم به این ابو سفیان که اسلام رو در دهن شیرین کنم. این عبارت تکان دهنده است، یعنی همه ستون فقرات انسان به لرزه در میاد. من به این ابو سفیان شطور زیاد دادم از اموال غنیمت که اسلام رو در دهن شیرین کنم، یعنی اسلام در دهن عرب با اموال دیگران شیرین می شده. اینا حقایق تاریخی است، حالا شما چه بپذیرید چه نپذیرید، چه رگی گردن بزنه بیرون چه نزنه بیرون. باری گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. این شیر حق و شیر حق را هم در روزگار خودش کسی به اون نمیگفت. این اسدالله الغالب که لقب حضرت علی هست علیه السلام، بعدا شیعیان به اون گفتن. حضرت رسول به ایشون هیچ لقبی نداد جز ابو تراب. ابو تراب یه چیز تقریبا نزدیکی به ذمه، یعنی ای خاک آلود، ای پدر خاک، در حالی که القاب خیلی مهمه به دیگران میداد، مثل سیف الله و فاروق و اینا که در حق خالد بن ولید و عمر و اینا میگفت، در حق ایشون هیچ عنایتی نداشت. خلاصه خیلی ایشون رو دوست نمیداشته از قرار معلوم. بله شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. میخواد ببینید که من چند اندازه مؤمن هستم و پایدار هستم در دین، فعل من رو ببینید، کارهای من رو نگاه کنید. من شیر خدا هستم، شیر هوای نفس که نیستم، نماینده خودم نیستم. بله رخت خود را من زره برداشتم، قید حق را من علم انگاشتم. این کاملا فلسفی و عرفانیه، مثلا در ذهن مسلمانان اون روزگار همچین چیزی نبود. فقط عارف است که میگوید همه اوست، قید حق عدم است. این عبارت یه چیز پخته فلسفی عرفانی است. حتی صوفیان اون قرون نخستین هم به این معانی به این وقت آشنا نبودن، کارشون فقط زهد بود و نماز و روزه. بعدن این ماجراها پخته شد به این درجه رسید. بله سایه ایم کت خدا ام آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. حاجب کسی است که
عرض کنم که می ایسته در دربار پادشاه پرده داره، یعنی حاجی وقتی پرده رو به کنار می زنه دیگران رو به حضور شاه میبره و این وصل رو سبب میشه. این میشد حاجب. حجاب درست برعکسه، یعنی پرده ای که میان عارف هست و حق. عرض کردم حجبیلی میگوید حجاب بر دو نوع است، حجاب رینی و غینی. علی اینجا میگوید من در خدمت خدا هستم، حجاب نیستم برای وصول به حق، من حاجبم، یعنی پرده رو من کنار میزنم و دیگران رو به وصال میرسانم. کاملا بیان عرفانی قرن هشت قرن هفتم است، یعنی حرفا رو در دهان علی گذاشته مولانا. مقصودم اینه، این داستان جعله اما بسیار زیباست. بله بله، میگوید که من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. به 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 ببینید مطلب چقدر باریک و دقیق و عمیقه. میگوید من وقتی کسی رو میکشم زندش میکنم. ببینید من در چه مرتبتی هستم. کشتن و در کشتن زنده کردن یک مفهوم عرفانی است، یعنی شما به گونه ای تحت تأثیر معنویت قرار بگیرید که خود از خود بمیرید، از خیش خیشتن بمیرید و تبدیل بشوید به یک حس میکنم که موجود معنوی و روحانی. در حالی که ما میدونیم ایشون گردن این ملت رو میزد، سرش میفتاد این طرف، تنش هم میفتاد این طرف، چیشی زنده میشد، کجاش زنده میشد؟ نقلتر ملازم میفرمایی قیاس مع الفارق رو حضرت مولانا چه کرده اینجا؟ او داره رسمن به طور فیزیکی و ابجکتیو داره آدم میکشه، یعنی شمشیرش رو در میاره میزنه به گردن طرف، سرش میکنه اونجا باشه. این تفاوت میکنه با اون عرض میکنم که تماسی که به طور معنوی شمس تبریزی فرض کنین با مولانا گرفته و این مرد مؤمن متکلم رو میمیراند در خود و از او چیز دیگری میسازد. اینا رو داره میبنده به علی. واضح فرمایید. من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. تیغ من مثل پر از گوهرهای وصاله، من در کشتن مردم رو دارم زنده میکنم. این مرتبه از این بالاتر نمیشه دیگه. من فکر نمیکنم دیگه. قیاس مع الفارق یعنی همین. گفت در جنگ از کنم که صفین من دنبال حضرت بودم، جنگ مغلوبه شد و من هر موقع حضرت یک نفر رو میکشتن یک الله اکبر میگفتن. از شب تا صبح بنده شمردم، در شب لیلة الحریر یه چیزی حدود 650 تا 700 بار حضرت تکبیر کرد، یعنی 700 نفر رو کشت، اینا رو زنده کرد. پرس کردم ما دو علی هست، یه علی ایرانی، یه نمونه شو ملازم فرمایی، بالاترین مرتبت انسانیت ایرانی رسونده و همه نقایص او رو کمال دیده، و اون علی تاریخی که حسابش کاملا با این جداست. این ساخته ذهن ماست. ملازم فرمایید مولانا چه کرده اینجا، واقعا چه آشی پخته، در حالی که این هیچ ربطی نداره به اون داستان ها، اصلا چنین چیز اتفاق نیفتاد. داره از توان شاعرانش مولانا و از توان دانش های عرفانیش داره استفاده میکنه برای ساختن یک انسان ایدار. واضح فرمایید. بله. خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. بله بله. که نیم کوه هم ز حلم و صبر و داد، کوه را کی در رباید تند باد. اون که از بادی رود از جا خسی است، زون که باد ناموافق خود بسی است. شنیدی نگوید من بیدی نیستم که از این بادها بلرزم؟ میگوید من
کوه صبر هستم و این اتفاقات کوچک هم مثل این چیزی که امروز اتفاق افتاد بین من و تو که تو آب دهن به صورت برانداختی، این کوه حلم منه که تکان نمیده. من کوه حلم هستم. باد خشم و باد شهوت باد آز برد رو را برد او را که نبود اهل نماز. بله بله غرق نورم. ملاحظه فرمایید اینجا، ملاحظه فرمایید چه کرده مولانا. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بو تو را. داره از علی تاریخی ایدئال صحبت میکنه. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بو تو را. چه تشبیهی، چه کار شاعرانه بزرگی در این بیت کرده. چون میدونی وقتی ساختمان بر جا هست و سقفش هست و زندگیش هست، فقط نور از پنجره میتابه. اما وقتی سقف خراب بشه، سراسر ساختمان پر نور میشه. اینجا علی میگوید من وقتی مردم و این قالب جسمانی از من برخاست، سراسر نور شدم. درست مثل همون ساختمانی که وقتی که سالم هست از پنجره نور میگیره، وقتی سقفش خراب شد پر نور میشه. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. از این بوتراب بودن تبدیل شدم به روزه رضوان، به باغ بهشت مبدل شدم. این اشاره هست به لقبی که حضرت بهشون داد، بوتراب، یعنی خاک آلود، پدر خاک. اینجا دارد این عرض میکنم لقب بوتراب که یک نقیصهی بوده، واقعا یک زمی بوده. جبران میکنه مولانا. یک روز میگشتن در یک سفری، پیدا نکردن ایشون رو، گفتن این کجاست. این علی دیدن زیر درخت خوابیده، مالیده خودش تو خاک، سر و صورت پر خاک. وقتی بلند شد گفت بیا اینجا ببینم، ای بو تراب، ای ابو تراب، کجا هستی؟ این شد لقبشون و مسخره میکردن. یعنی دشمنان علی، معاویه و دارالاسه و اینها، شبهای جمعه لعنت میکردن بر ابو تراب. اینجا مولانا میگوید نگاه نکنید به ظاهر خاکی او که میگوید حضرت او لقب ابو تراب داده، نه، این باقی بهش شده. غرق نورم گرچه سقفم شد. یکی از شاید عمیق‌ترین ابیات مثنوی همینه و مفهومش هم بسیار دیریابه. خیلی واسه کنکاش کرد تا فهمید چی میخواد بگه. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بو تراب. بله. چون در آمد در میان غیر خدا، تیغا اندر میان کردن سزا. یه وقتی که غیر خدا آمد در میان، چون من برای خدا دارم آدم کشی میکنم، اما وقتی که تو آب دهان به صورت من انداختی، نفس بر من غالب شد، خشم بر من غالب شد، خدا از اینجا غایب شد. بنابراین منی که در راه خدا آدم میکشتم، ناگهان فکر کردم برای نفسم و از خشم میخوام تو رو بکشم، بنابراین تیغ رو در میان کردم، یعنی تیغ رو در غلاف کردم و تو رو نکشتم. زیبا اما همش مغلطه و دروغ. البته این داستان ها نبود که جنگ میشد، آقای از این بر میومد، اون از اون سو میومد. اولین کاری که میکرد، این شمشیر خیلی تیز خوبی هم بود، شمشیر هم غنیمت گرفته بودن ذوالفقار. این رافضی های نادان این رو به صورت دوشاخه میکشن. پنداری شمشیر دوشاخه میسر، هیچ سفیهی نه توانست شمشیر دوشاخه بسازه، نه هیچ سفیهی شمشیر دوشاخه به کار برد، نه هیچ سفیهی به این قضیه فکر کرد جز این صفحه های رافضی. یک شمشیری بود از منبه ابن حجاج در جنگ بدر، وقتی صاحبش کشتن مالش هم بردن، این شمشیر مال اون بود، در جنگ احد دادن به ایشون. شمشیر خوبی بوده، احتمالا ساخت ایران بوده، احتمالا عرض بکنم.
پشتش فقرات داشته مثل ستون پشت انسان، امروز هم میسازن، امروز هم شمشیرها میسازن پشتش دنده دنده است، اگر نگاه کنیم بهش میگفتن ذوالفقار. و بعد که این شمشیر دست عرب افتاد فکر کردن که خب این سنگ هم میبره، آدم های صفیح این رو زدن روی سنگ خورد شد دو تیکه شد، گفتن خب دو تا خنجر ازش درست کنیم، بردنش تو کوره، میگوید تا آخر سوخت، به جهت اینکه هر شبت که وقتی پولاد خوب از های کربن استیل باشه، یعنی میزان کربنش بالا باشه، کربن خیلی خیلی سخته، میدونی سخت‌ترین چیز جهان کربنه، کربن خالص الماسه، تا آخر میسوزه. شما سیم‌های ستار رو بگیرید، سیم‌های خوب آلمانی، کبریت بهش بزنید تا پایان میسوزه، خاکستر بشه. یکی از راهی که قدما سیم‌های سازگار انتخاب می‌کردن برای امتحان، سیم سازو می‌گیره به کبریت می‌زنه، به معنی اینکه هر رگ بالا می‌رفت سیم می‌سوخت آخر. این هم یه شمشیری بوده به قول دوزان گفتن های کربن استیل، یعنی استیلی بوده که کربنش بالا بوده سوخته. خلاصه این گرفته بود و در جنگ‌ها استفاده می‌کرد، می‌زد به گردن اینو گردن اون. از این داستان‌ها و از این اندیشه‌ها نبود که حالا من خشمم چیز شد. اتفاقا ایشون در نهج البلاغه میگوید که وقتی میخواید شمشیر به فرق کسی بزنید، حالت چیز به خود بگیرید و دندونها رو محکم به هم فشار بدهید و محکم به فرق سر طرف بزنید که او رو حتما به قتل برسانید. وقتی حمله میکنید به سپاه، مثل یونجه که درو میکنید جلو سپاه رو نگاه نکنید، آخر سپاه رو نگاه کنید، یعنی مثل علف درو کنید و برید جلو. که از این صحبت ها بود، داستان چیه، حرفا کدومه؟ این ماله کشیه. آقای مولانا داره بر خشونت ماله میکشه و چه چیزهای زیبایی هم گفته. بله، حالا یه بقیه داستان هم واقعا میشود یک زمستان خوند و هر شبت که یه تعریف کرد ازش. بله، خودتون بخوانید. دفتر اول عرض کنم که چاپ نیکلسون، صفحه 235، ابیات 3775 تا پایان این داستان که به 3844 ابیات تمام میشه. بله، مقصود این که اینجور داستانها رو وقتی که آخوندها روی منبر میگوین یا وقتی صحبت هست، بلا فاصله یکی میگوید از علی همه شیر حق وادون متحر از دفل از دلی آموزه ها سمد، این داستان نه صحت داره نه در تاریخ زندگی حضرت علی چنین چیزی اتفاق افتاد در وجود داشت. این داستان رو مولانا ساخته و احتمالاً به خاطر دل شاگردان شیعی که داشته در محضرش میامدن، چون بودن اصحاب ادیان مختلف می آمدن و مولانا با همه به گونه دوستی و رفاقت داشت، چون مردی بود که فراسوی این قضایا نگاه می کرد. مطالب وقتی هم جسدش رو می بردن همه ادیان بودن، از یهودی و مسیحی و مسلمان، سنی و شیعه و اینا تابوت او رو می بردن. برای رضایت اینها گفته ناگهان قلمش طغیان کرده و داغ شده، عرض کردم کوره گرمیسین. مولانا این داستان ها رو ساخته، هیچ کدوم از اینها به علی تاریخی مربوط نیست، این علی ایرانی ساخته دست ایرانی و ذهن هنری و عرض می کنم که انسانی ایرانی. خب وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. از آقای دکتر طهماسبی دوست عزیزم بسیار سپاسگزارم بابت فرستادن چند عرض می کنم جلد از این نشریه بسیار خوب علم و جامعه، به خصوص اونهایی که درش این قانون قصاص و اینها هست، بحث خیلی جالبی کردن که به موقع با اشاره خواهم کرد. وقت ما هم در اینجا پایان رسید. فردا شب به خدمت شما می‌پردازیم به موضوع رضا شاه. موضوع رضا شاه خیلی موضوع مهمی است، در بابون صحبت می‌کنیم فردا شب. از پریسای گرامی سپاسگزارم در اتاق فرمان. تا فردا شب، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. Thank you.